خبری از افغانستان. منابع محلی در اروزگان افغانستان از باجدهی میلیونی هزارها در ولسوالی گیزاب این ولایت به کوچی ها خبر می دهند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کوچی های افغانستان یا کوچیان گروهی از مردم افغانستان هستند که به شیوه کوچنشینی زندگی می کنند. کوچی ها اغلب از پشتون های قلزایی هستند. طایفه های خروتی، هودکی، احمدزی و اندر از مهمترین طوایف پشتون های کوچی محسوب می شوند. البته کوچنشینی در افغانستان منحصر به پشتون ها نیست و تعدادی از افغانستانی های غیر پشتون مانند گروهی از بلوچ ها نیز این شیوه زندگی را ادامه می دهند. کوچنشینی در بسیاری کشورها از جمله در ایران وجود داشته و دارد. کوچنشینی یا نوماد به فرد یا افرادی از جامعه گفته می شود که در هیچ گوشه ای از یک سرزمین اسکان دائمی نداشته و به منظور دسترسی به چراگاه های تازه برای دام های خود همیشه از یک محل به محل دیگری در سیر و سفر و مهاجرت به سر می برند. اما ظواهر نشان می دهد که ویژگی های کوچی ها در افغانستان با تعریف پذیرفته شده ی فوق همخوانی ندارد و سالهای متمادی است که ثروتمندان بزرگ ساکن در پاکستان، مخصوصا شهرهای پیشاور، کویت و کراچی را با استفاده از بهترین تسهیلات زندگی در قصرهای بزرگ، عمدتا با انگیزه دستیابی به منافع بیشتر اقتصادی، با سرمایه گذاری در امور دامداری و خرید و فروش و حمل و نقل آنها به این فعالیت اقتصادی روی آوردند. اکثریت صاحبان دامداری های بزرگ که گفته می شود نیاکان پیشین آنان واقعا کوچی و از قوم پشتون بودند، اکنون مالکان شرکت های بزرگ حمل و نقل پاکستان بوده و در پاکستان مسکن گزیدند و کار نقل و انتقال و فعالیت در این زمینه اقتصادی را میان پاکستان و افغانستان انجام می دهند. این سرمایه گذاران بزرگ تعدادی از وابستگان و اقوام بی بضاعت خیش را از آن سوی مرز تحت عنوان کوچی بر اساس توافقات سنتی استخدام و گله ها و دام های خود را در اختیار آنان قرار می دهند و به این صورت فعالیت های خود را در صنعت دامداری تداوم و گسترش دادند. افراد استخدام شده نیز موظف هستند که دامها و گله ها را به چراگاه های سرسبز ولایات مختلف افغانستان در فصل های معتدل انتقال داده و از این طریق امرار معاش نمایند. اگرچه این خانواده های استخدام شده در تولید و فروش محصولات لبنیات و گوشت و تولید مثل دامها مستقیماً دخالت دارند، اما در واقع پشت پرده اصلی صنعت دامداری افغانستان در پاکستان بوده و مالکان اصلی گله های دامداری موسوم به کوچی در افغانستان سرمایه گذاران و دامداران بزرگ پاکستانی هستند. اگر به ویژگی ها و تعریف پذیرفته شده یک کوچی توجه شود، آنهایی که دام ها را از یک محل به محل دیگر در افغانستان انتقال می دهند در واقع نه کوچی بلکه چوپان های دامداران بزرگ پاکستانی هستند، چون ویژگی های اساسی کوچی را ندارند. مطابق تعاریف پذیرفته شده اصلا نباید کوچی و آن هم کوچی افغانستان محسوب گردند. حال منابع خبری در افغانستان گزارش می دهند که روز یک شنبه 24 دی ماه طالبان در یک حکم غیر عادلانه ساکنان ولسوالی گیزاب را در عوض استفاده از زمین های شخصی آنان مکلف کرده تا به کوچی ها مبلغ 30 میلیون افغانی پرداخت کنند. بر اساس اطلاعات منابع خبری در پی ادعای کوچی ها، طالبان به ساکنان منطقه کندیر 7 ماه فرصت داده تا این مقدار پول را به طرف دعوایشان پرداخت کنند. با این حال ساکنان محل تأکید دارند که ریش سفیدان محل به دلیل زور و اکراه صورت گرفته توسط طالبان مجبور شدند تا اسناد را امضا کرده و زمین های آبا و اجدادی خود را دوباره خریداری کنند. گفتنی است که طالبان تا کنون در مورد این خبر اظهار نظری نکرده است.
این در حالی است که طالبان در اوایل به قدرت رسیدن نیز 400 خانواده این محل را مجبور به کوچه اجباری کرده بود. طالبان پیش از این همچنین در ولایت‌های غزنی، میانوردک و دایکندی از هزارها و سایر شهروندان کشور به نام‌های مختلف باجگیری کردند.